صبح زندگی است و سلام خدمت دکتر صاحب، صبح شما هم بخیر باشه. سلام سلام خدمت خدا جمشید جان عزیز، سلام خدمت سنیتا جان، صبح شما هم بخیر. یک سلام خاص خدمت تمامی اساس او عزیزایی که ما تقریبا فعلا از طریق صفحات تلویزیونشان میبینن. سپاسگزار هستم، سلامت باشین جناب دکتر صاحب. در نخست باید یک سوال را مطرح بکنم که در صفحات اجتماعی، در صفحات مجازی و بیشتر ذهن هموطنان ما را مخشوش ساخته نوشیدن چای سیاه و همچنان الکل. خیلی ها میگن که نوشیدن چای سیاه و همچنان الکل میتونه به صحت ما بهبود ببخشه و از ویروس کرونا ما را بدور بمانه. دیدگاه و نظر شما چی از در این باره؟ یک چیز کاملا تقریبا فکر میکنم واضح است. حتی خود مردم هم چیزی که من از طریق صفحات اجتماعی تعقیب کردم بالاخره فهمیدن که چیزا ربط به طبابت نداره، فقط چاییات هست که دفعتا ایجاد شد و بعد رفت تقریبا همه مردم خبر شدن. در بحث میتانول یا الکل گفته شده که تقریبا 300 نفر من خبر خواندم به خاطر فقط امی شای جان خود در ایران از دست دادن و بس چای سیاه. من افهم اصلا جالب است، از لحاظ طبی فقط یک کلمه گفتم میتونم که چه ربط نداره، ولی فقط جالب است که وقت تلویزیون ها گرفته تا رسانه ها تا صفحات اجتماعی تا همه دولت یک جای میشن به خاطر جلوگیری ویروس کرونا تکنیک ها گفته میشه، راه ها گفته میشه، ولی اونا مشهور نمیشه، مردم اصلا مد نظر نمیگیرش. فقط یک بحث چایسی ها و هم منعیس یک معجزه پیدا میشه و هر کس را مد نظر میگیره. برای یک کمی جای تاسف کننده است. اولین باری که من این چیز شنیدم واقعا متاسف شدم، ولی به هر حال بازم گفتم میتونم در یک کلمه که هیچ ربط طبی نداره، هیچ ربط طبی نداره. بله جناب دکتر صاحب، خیلی ما نکته خوب را شما را اشاره کردین و گپ اساسی است که تا جایی که ما مشاهده کردیم مردم ما زیادتر به استرس مواجه هستند و در رابطه با ویروس کرونا هم بیشتر معلومات کافی ندارند. نکات اصلی و اساسی را که بیشتر هموطنان ما رعایت بکنند و بخصوص از چیزی که بیشتر رنجشان میده استرس است، چگونه بدور بمانند و توصیه های طبی و گفته های شما در این باره چی است جناب دکتر صاحب؟ اول خب باید اگر بیم خوب از اول شروع کنیم، معمولا یک چند دقیقه وقت نیاز داره، بس حاصل مندی تا نمیخوایم. فقط یک کمک در باره کرونا میگم، بس میگم باره ازی میگم که چطور استرس میتونن که تاثیر داشته باشه. اول باید هموطنهای ما بفهمن که کرونا یک ویروس نو نیست، از زمان سابق وجود داشت، از سال 1960 به این طرف. کرونا ما به خاندان از امراض ویروسی را میگیم، یک تعداد ویروس هایی که فقط تاشدار هستند. ما کرونا نوع الفا داریم، بتا داریم، ریزش عادی که معمولا ما را مصاب میسازه و انسان ها را مصاب میسازه. ای از کرونا نوع الفا است که حتی امی هم میتونه باعث از بین رفتن جان انسان ها شود. از اکتبر سال 2019 تا حال تقریبا 20 میلیون نفر در امریکا. خب احصای شما در افغانستان نداریم، از خاطر من احصای امریکا را میتونم بمی فلو یا ریزش عادی یا سیزنال فلو گرفتار شد، تقریبا 10,000 نفر شما جان خود از دست داد. یعنی یک ریزش عادی هم میتونه که باعث از دست دادن جان شد. اگر یاد شما باشه یا علاقل شکره باشین، وقتی کسی ریزش میگیره، اتا دمی افغانستان هم دکتر صاحبا اتا کسایی که پدر مادر برای امو شخصی که مسابس میگه که در خانه باش خدا تقریه کو و کوشش کو کسای دیگر مسخب نسازی. این گپ در کرونا نو بیتا هم از کرونا نو بیتا ما سارس داریم، مرز داریم و کووید سال 2019 داریم. سارسش سیویر اکیوت رسپیریتری دیستریس سندروم برش میگن که ریلیتد کرونا ویروس است، یا مرز که میدل است اکیوت رسپیریتری دیستریس سندروم و کووید 2019 یا کرونا 2019 هست. اینا کمی که سر شدید دارن از نوع کرونا 2000 از نوع کرونا بیتا هستن. عین گپ در اینا هم هست، خصوصا در کرونا 2019. این چیزا رو به خاطر تشریح میکنم که کمی که ترس مردم کمتر شود. کرونا 2019 یا کووید 2019 عین گپ هم مثل ریزش است. اولین دفعه که شخص میگیره دکتر صاحب توصیه برش میکنن که در خانه باش، کوشش کو که بیرون نری، خود تغذیه کو، میوه‌جات، سبزیجات یا استفاده کو، حتی میتونی که بدون از اینکه دوا بر تو داده شود سر حال شوی. بعضی کسا اکثریت کسا حتی اعراض علایم برشان معلوم نمیشه. از یاد کسا هستن در دنیا که حالا حاضر که کووید 2019 شون و کروناشون مثبت اومده، ولی هیچ اعراض علایم دوشون دیده نشده، فقط چون باعث انتقال ویروس به کسای دیگه میشن اینا قرنطین شدن تا کسایی که در خطر بیشتر است ویروس براز اونا رفته نشه یا داده نشه.
یعنی حتی خود به خود هم خوب شده میتونه، فقط یک تیپ واقعیت است که میره طرف شدید و واقعیت شدیدش هم اشخاص خاص خود داره که باز اگر وقت ما از تشریحات کردیم وقتی که شدید میشه باز مطمئنا نیاز به دکتر میشه. اینا همین ترسی که در بین مردم ایجاد شده، اول باید مردم بفهمن که کرونا اینقدر هم کشنده نیست. کرونا میتونه که کشنده باشه ولی اونقدر هم کشنده نیست. ما وایرس های فوق العاده کشنده تر از اینکه داریم که فرتیلیتی ریتشون اما فرتیلیت اتومان میده که مقدار مرگیشون به مراتب بیشتر است، مثلا ایبولا. امی ترسی که در بین مردم ایجاد شده، امی که هر لحظه بالای کرونا صحبت میشه، امی که هر کس میترسه و یک گیرگاه پیدا شده، یک استرس پیدا شده، خبرهای جایسه یا مبرای، خبرهای الکول مبرای، خبرهای خوب ناخوب مبرای، اینا شدنی ترس مردم است. ترس و استرس خودش باعث میشه که ایمیونیتی بدن رو کم تر شد. اگر بین به سه کتگوری و سه میکانیزم هم برش داشته کردم، میتونم که به سه طریق ترس باعث میشه که معافیت بدن رو کم تر شد و معافیت که کم تر شد مطمئنم بس ما از هر کس دیگر کرده به کرونا زیادتر مساعد استیم. اول هر وقتی که متوجه شدم چون سر انسان استرس میاد یا استراب میاد، حرکت قلب زیاد میشه، حرکت قلب زیاد شد فشار بلند میره. اول حرکت قلب بیننده برنامه صبح و زندگی هستن. تماس ما با دکتر سه محترم در حال حاضر قطع شد، بعدا باز هم تماس برقرار خواهد شد. مشکلات تکنیکی هست که انشالله حل خواهد شد. موضوع مهمی را که از بیجان فرمولی بیان کردن ای که نباید ما استرس زیاد کنیم، چرا که استرس اولین ضربه ای را که میرسانه و یا اولین موضوع فشار ما را بلند میبره، ضربان قلب سرعت میبخشه و این خودش سیستم دفاعی بدن ما را تضعیف میکنه و تضعیف شدن سیستم دفاعی بدن یعنی ما دیگر بدن ما توانایی نداره که در مقابل میکروب ها، در مقابل ویروس ها از خود مقاومت نشون بده. یعنی به صورت عامیانه اگر بگیم اما گارد بدن ما که به خاطر حفاظت بدن ما از ویروس ها و از بیماری های مختلف است، او تواناییش کمتر میشه. وقتی که تواناییش کمتر شد به اثر استرس نمیتونه بهتر خوبتر مقابله کنه. پس به خاطر از اینکه از ویروس کرونا در حفظ امان باشین، استرس نکنین. فقط موضوعی که ما همیشه تاکید میکنیم و جدی بالا از او بس میکنیم که باید شما هم جدی بگیرین، او موضوعات حفظ الصحه و وقایوی است که باید ما خود وقایه کنیم در مقابل ویروس کرونا. وقتی که وقایه کنیم بس تشویش نیست. دکتر صاحب گفتن که آنقدر هم موضوع جدی نیست و در حال حاضر با هم میریم سراغ جناب دکتر صاحب و میبینیم که فرمولی صاحب دیگر چی گفتنی دارن. سلام مجدد دکتر صاحب، میتونین صحبت هایتان ادامه بده؟ اینترنت های افغانستان به هر حال ضعیف است، سنقد شد. در بحث کرونا باید گفته شود که بچه شما اشاره کردین که بله جدی نیست ولی جدی هست. اقسم میتونیم تشریح کنیم که نیاز نیست که شما بترسین ولی نیاز هست که حتما پیشگیری کنیم. فقط با پیشگیری خوب میتونین که شما متوجه خود باشین و حداقل اگر برای شما جدی نشه میتونه به اطرافیان شما جدی باشه. از خاطر متوجه ساعت خود باشین. در بحث استرس رسیده بودیم در میکانیزم سیوامش. من از اون دکترهای هستم که خوب تشریح نکنم و از دلم یخ نمیکنه. در بحث سوم وقتی که استرس زیاد میشه، وقتی که استراب زیاد میشه، با سیستم عظمی ما خوب کار نمیکنه. وقتی سیستم عظمی خوب کار نکرد، ما مواد غذایی را که باید بگیریم گرفته نمیتونیم، ویتامین هایی که باید بگیریم گرفته نمیتونیم، اما ویتامین سی که در وقتا چقدر لیمو قیمت شده امور ما گرفته نمیتونیم. وقتی گرفته نتونستیم مطمئن بس ما نمیتونیم که در مقابل کرونا خوب جنگ کنیم. کرونا چرا در مقابل جنگ میکنیم؟ وقتی که انتیبادی های ما زیاد شده، انتیبادی ها اون نمه اصلا که بدن هستن که از مواد غذایی که ما میگیریم قدرتشون بیشتر تر میشه. در بعض مواد غذایی یا اقتدار چیزایی که ما نیاز داره ما هم گپ های زیاد است. بس اگر وقت ماند و سوال پیدا شد حتما باش صحبت خواهم کرد. بدون تردید جناب دکتر صاحب، در موضوع کرونا در حال حاضر فصل بهار هم تعداد زیادی از افراد حساسیت های فصلی دارن، زکام میشن، ریزش میکنن، بعضی اوقات سرفه هم میکنن. اینا چقدر میتونه وصفش تغییر داشته باشه با مصاب شدن به ویروس کرونا؟ چون خیلی با هم نزدیک است و از آن جایی که استرس زیاد است اکثرا فکر میکنن با یک سرفه عادی و یا هم با زکام عادی که ما را ویروس کرونا گرفته و تشویش دوچند میشه. میشه کمی در این رابطه هم معلومات بدین؟
مثل همیشه بسیار یک سوال خوب سنیتا جان. در بحث اساسیات های فصلی باید بگیم او کسی که اساسیات فصلی داره خودش خود میشناسه و در مقابل چیزهایی که اساسیات برش پیش میشه خودش میفهمه که یعنی تقریبا همیشه برش واضح است. اوی که اساسیات فصلی داره وقتی که با او عناصر مواجه میشه، انتیجن های مواجه میشه که باعث شود که پیش از اساسیات فصلی ایجاد شود، باز نیاز نیست که حتما پیشش استرس پیدا شود، حتی نیاز نیست که برای خود تست کرونا کنه، به خاطر که ما در دولت یک مقدار محدود از این کیتای تشخیصی وجود داره، باید کیتای تشخیصی به کسایی رسیدگی برسه که اونا واقعا نیاز داره. و در بحث یک تعداد سیزنال فلو یا همی ریزش های عادی که برای انسان ها رخ میده خصوصا آن فصل تغییر میکنه، در این بس باید گفته شده که فقط چند چیز باید مد نظر گرفته شود. اولی که اگر شخص در تماس با کسی بوده که از ایران آمده، از ایتالیا آمده، از اروپا آمده یا از کشور مثل چین آمده، بس مطمئنا بعد از او بهش ریزش پیدا شده، بس میتونه که یک مدت خود قرنطین کنه، بعد از اینکه باز اعراض علائم شدید شد باز به شماره 166 و یک شماره که دولت اعلام کرده به تماس، و خودش اجازه نداره که با مراکز صحی بره. این یک چیز است که بازم تکرار میکنم، مده یکی از رسانه شنیدم یکی از دکتر صاحبا گفتن در صورت که شما شک پیدا کردین با بزرگترین فرصت به مراکز صحی نزدیکتان برین که از لحاظ کنترل یا وقایع کووید 19 ایرای حرش نیست، به خاطر در مسیر رایی که نام میرن یک دور کسای زیاد را مساعد میسازن و حتی پرسنل طبی را مساعد میسازن. اینا مراکز مشخص خاص خود داره، پرسنل طبی کاملا آماده هست کیت پوشیده تا که خودشون مساعد نشه و در بعض اوقات حتی نیاز نیست به دکتر رفته شود، چون کرونا معمولا 2 تا 14 روز وقت را در بر میگیره. اینا خود اول قرنطین کنن، اگر بالای خود شک پیدا کردن تقریبا 3 روز 4 روز قرنطین کنن و وقتی که متوجه شدن که اعراض علائمشون شدیدتر میشه باز به شما را تماس شون، حتما شما را برشون میگن که چی کنن و سوال جواب میشه که تشخیصشون قطعی شود، حتی خود امبولانس پشت خانهشون خواهد آمد و دوباره تشخیصشون بهشون کمک خواهد کرد. اگر نفس تنگی یک چیزی که بسیار زیاد مهم است، اگر کسی رو ریزش گرفت و در این حال به تماس به کسایی بود که از ایران آمده بود، از چین بود، از ایتالیا و اروپا یا از کشورهای دیگه که فعلا در اونجا ویروس به اوجش رسیده و در این حال برش سرفه خشک پیدا شد، برش تبش بلند رفت و در این حال نفس تنگی پیدا شد، باز امکانات نسبتا بیشتر وجود داره که کرونا نزدش مثبت باشه، با وجود از اون مطمئن انسان گفته نمیتونه. تنها وقت انسان گفته میتونه که تستش خونش گرفته شده که باز هم طریقه تشخیصی خاص خود داره که اگر وقت بوده بوله از هم صحبت خود کردیم خونش گرفته میشه. بعد از اینکه خونش گرفته میشه ما ایموگلوبین جی داریم، ایموگلوبین هم داریم، وقتی که ایموگلوبین هم بلند بره اتمنان میتونه که شخص میارده مصاب امی فعلا در مرحله عاد مرض وجود داره. اگر ایموگلوبین جیش بلند باشه اتمنان میتونه که شخص مصاب وقت کرونا را تیر کرده و فعلا ایموگلوبین جی در وجودش بالا رفته یا انتیبادی جی و نیاز نیست به تداوی و این شخص هیچ وقت دیگه به کرونا مصاب هم نمیشه. بله. خواهد کنن که جواب دادنش. دقیقا جواب خوب ارائه شد. و جناب دکتر صاحب، ما یک آمار از طرف سازمان صحی جهان داشتیم که در افغانستان احتمال وقایع زیاد و همچنان ای که مرگ میر ناچی از این بیماری در چی حد برسه بیان شده که استرس و یا هم نگرانی در متنان ما ایجاد کرده، حتی خود ما هم خیلی نگران هستم. در چی صورت این احتمال به قد میپیونده و کدام تدابیر در نظر بگیریم که ما این احتمال از بین ببریم؟ بله. وقتی که ما به کلی متوجه خود نباشیم، به کلی اصلا قوانینی که از طرف WHO اعلان شده متوجهش نباشیم، مطمئنا این به طرف واقعیت میره و همون یک حالت خواب بشه. تنها رای اش امو وقایع است. فعلا 21 روز دولت برای ما قرنطین داده و ما قرنطین نیستیم. کسایی که قرنطین هستن بهترین راه ماندنشان در خانه است، استفاده از سنتیسایزر است یا امو آنتی میکروبالی که به خاطر دستا معمولا استفاده میشه. اگر از اونها بود میتونن که حداقل از آب و صابون استفاده کنن، اونم طریق استفاده داره که حتما ویدیوشو دوستا میتونن از طریق یوتیوب ببینن، یا اگر نمیبینن فقط هم قدر گفتم میتونن که به 20 ثانیه حداقل دستای خود را بشورن. استفاده از ماست میتونه خوب باشه ولی میتونه زیاد موثر نباشه. آخرین چیزی که WHO اعلام کرده گفتن که نظر به اینکه به خود پرسنل طبی میتونه ماسک
کمتر شود، دنیا قدر قدرت ندارد که قدر ماسک تولید کنه. برای دفعتا نیاز نیست تمامی افراد ماسک بپوشند، تنها وقت کسی باید ماسک بپوشد که مطمئن باشه که در محیط میره که اونجا کسای زیاده هستن که به این ویروس مصاب شده، یا یک کسی که خودش حدس میزنه که به ویروس مصاب شده، بس اون وقت باید ماسک استفاده کنه. متوقعی زیاد جدی نیست. بهترین رای وقایه بس ماسک هم طریقه استفاده خود داره که من مطمئن هستم که وطنهای ما دبرش نمیفهمن. یک ماسک نمیتونه به چندین روز استفاده شود. و هم قسم یک تعداد چیزهای خوراکی هست که معمولا استفاده شود. بس دکتر صاحب با معذرت صحبت شما را قطع میکنم. محمد فوارزاد جان با تماس هستند، پرسش دارن از شما. از میمنه البته تماس گرفتن، میشنیم که پرسششان چی هست. فوارزاد جان بفرما. سوال من امروز که دامی در واقع یک دوا به نام کلورکین که از طرف سازمان جهانی بین الملل معرفی شده و یک دکتر بود به نام دکتر محمود بود در فرانسه، گیره گفتن که در ما آزمایش کردیم و نتیجه داد. در مورد میخواستم در مورد معلومات اطمان برتان معلومات خود دادم. در برید کلوکین یک دوایی است که برای تداوی ملاریا استفاده میشه. گفته شده که مؤثریت داره. آمارای جدید و آمارای دقیق در این باره معلوم نیست. اگر شما ویدیویی رو دیدید میتونه فقط یک ویدیویی باشه که من ایفان با دکتر صاحبا به تمامی میشن احترام دارم، فقط میتونه یک ویدیویی بوده باشه که ساخته شده، ولی آمارای دقیق اصلا وجود نداره. دقیق گفته شده که میتونه کلورکین تاثیر مثبت داشته باشه، ولی هنوز تحت ازیاز، یعنی هنوز علما سرش کار میکنن، دانشمندا سرش کار میکنن. در بحث تداوی کرونا ویروس، حتی خود کرونا ویروس، هنوز هیچ معلومات دقیق وجود نداره. چیزای زیاد است که درباره ما، درباره این ویروس ما هنوز نمیفهمیم، از جمله تداویش است. تداوی استفاده از کلورکین میتونه مفید باشه، ولی از طرف FDA که سازمان است که معمولا دواره اپروف میکنه، تا حالا چیز دواره گفته نشده و باید گفته شده که این دوای خاص تداوی کرونا ویروس نیست. بعض اوقات کرونا ویروس اصلا میتونه بدون دوا خوب شوه. انسان زیاد اصلا به دوا نیاز نداشته باشه، خود به خود خوب شوه. بعض اوقات اصلا نیاز به دوا نمیشه. در تداویش در سازمان سی جهان در سایتش که خوندم درباره تداویش فقط گفته بود سپورتیف، یعنی درباره کلورکین چیز نشته نشده بود، فقط داشته شده بود که شما وقتی که اگر مریض مصاب کرونا ویروس به شما میاد و اعراض علائمی که پیشش میبینین امور تداوی کنین، اصل ویروس میتونه خود به خود محو شه و مراحل میتونه که کلورکین هم مفید باشه. ماهای بعدی در بارش معلومات پیدا شده، ولی حالا چیز در بارش گفتن میتونم مفید باشه. بله. و دکتر صاحب به عنوان آخرین سوال میخوایم از شما بپرسم در رابطه با اینکه چگونه میتونیم سیستم دفاعی بدن خود تقویت کنیم در این ایام تا که صحت ما بهتر خوبتر باشه، ما بتونیم مقابل خوبتر با این ویروس کنیم. اول استرس نباشته باشه. 21 روز بسیار وقت خوب است که آدم که فامیل خود بشینه، آدم که پدر مادر بشینه، آدم که خانمش بشینه، با اولادش بشینه. 21 روز که همیشه آرزوش داشت دور سپری کنه و از اون لذت ببره. اصلا ما هم کلمه قرنطین را میشه که استفاده نکنیم. پیشتر شما هم در جریان گفتارتان گفتین در اوائل که امیر ما میشه که منعیس یک فرصت که خداوند بر ما داده که همراه اعضای فامیل خود باشیم، منعیس از فرصت نعیس اقسم فرصت ازش استفاده کنیم، ولی در این حال متوجه صحت خود باشیم. هر چقدر استرس زیاد باشه اما خاطر مسئولیت ما رو زیاد میسازه و به حال از لحاظ روحی روانی هم بر ما مشکلات خود ایجاد میکنه. و دوم مواد غذایی بسیار زیاد مهم است. مواد غذایی تمام ویتامین سی مهم نیست. سیز که ویتامین سی تاثیر داره در لقاحت کمتر میکنه، شدت مرض کمتر میکنه، ولی زیاد ویتامین های دیگه هم هست که برای بدن خوب است. مثلا ویتامین ه. ویتامین ه میتونه که برای زیاد شدن مونوسایت ها، فاگوسایت ها، نیتروفیل، لامفوسیت که اینا اساسی بدن هستن، هر کدومش در مقابل کرونا ویروس می جنگه. اینا رو مقدارش زیاد بسازه و ویتامین ه در هر چیز پیدا میشه. ویتامین دی، ویتامین دی در آفتاب است. در آفتاب است میتونه هموطنهای ما در جریان روز خود آفتاب بتن. اگر نمیخوان آفتاب بتن جدشون سیاه میشه، بس میتونه که از تابلیتاش استفاده کنن، یا که 50,000 یونت همه یا 200,000 یونت ها گفته شده که اگر یک انسان دو حدود 10,000 یونت روزانه بگیرن میتونه که بسیار زیاد به خاطر مقابله در مقابل کرونا ویروس خوب باشه. از زینک استفاده کنن، زینک تابلیتاش میتونه که
پیدا شده و هم قسم هر مینرال دیگه که شما در خانه پیدا میکنین، هر ویتامین دیگه که شما پیدا میکنین، ترکاری، آب، خستجات، پستجات، هر چیزی که هم روش مینرال ویتامین داره برای شما خوب است، ولی باید گفته شده که زیادش هم خوب نیست. در بحث کرونا ویروس یک چیزی که من خواندم و هنوز مطمئن نیست، چیزی که من امروز تشریح کردم، چون کرونا ویروس روز به روز معلومات دربارش دقیق شده میرود، چیزایی که ما امروز میگیم تقریبا همیشه درباره در حد یک حدس است. یکی از تحقیقات دیگه که از طریق WHO اعلام شده بود، گفته شده بود داینده دربارش حتما معلوم خواهد شد 100%، اویی بود که اگر شکر بدن ما زیاد باشه، میتونن که همین کرونا ویروس وقتی که داخل بدن ما شود تعداد خود از شدت زیاد بسازه، او به خاطر او هم نیاز داره به یک منبع انرژی تا خود تکثیر کنه، و منبع انرژیش میتونه گلوکوز باشه. یعنی کسایی که در جیران روز زیاد هم میخورن میتونه در معرض خطر قرار داشته باشن. فقط همین فرمول ساده است و متوجه خود باشن، دستای خود باشن، اگر زیاد میترسن میتونن ماسک رو استفاده کنن، چون ماسک میتونه که تشکر میکنم جناب دکتر صاحب، بازم صحبت های بسیار خوبی مثل همیشه داشتین در برنامه، با امید از اینکه صحبت های شما را هموطن های عزیز ما هم جدی بگیرن. اگر صحبت باقی نمانده باشه از شما خداحافظی کنیم. فکر میکنم همه چیزایی که باید میگفتم گفتم، متوجه صحت خود هموطن ها باشین. خداحافظ. تا برنامه های بعدی که انشاءالله بازم شما را از طریق ویدیو کال با خود خواهد داشتیم با توصیه و معلومات جدیدتان، از شما خداحافظی میکنیم. وقت خوش، خدا نگهدار. بله، سپاس از جناب دکتر صاحب و نکته مهمی را که اشاره کردن. هر 20 دقیقه شما دستایتان را تحقیم بکنید، بشورین تا ای که افضل صحب بیشتر رایت شد و از ویروس کرونا بدور بانین. سپاس از جناب دکتر صاحب، صحبت های خیلی خوبی داشتن. وقفه کوتاه، ادامه برنامه صبح زندگی را باز هم با ما همراه باشین. البته تا چند لحظه دیگر هم کار خیلی خوب ما همایون افغان همچنان آماده میشه گزارش خیلی خوب را بر ما شما تقدیم بکنن. اما وقفه کوتاه. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.